با سلام، من وحید فرجامی هستم، مدیر عامل شرکت نیو تایمز تراول. افتخاری می‌دونم که شرکت خودم رو معرفی بکنم و از سابقه خودم و شرکت براتون توضیح بدم. خودم هم فارغ التحصیل زبان و ادبیات ایتالیا هستم و دکترای ادبیات ایتالیا رو از دانشگاه پروژه ایتالیا گرفتم و دکترای تحقیقم در ارتباط با توریسم و به اصطلاح ارتباطات مردمی با کشور ایتالیا بودش. بعد از فارغ التحصیل شدن در سال 1996 وارد ایران شدم، مدتی رو تدریس میکردم در دانشگاه آزاد اسلامی. بعد از اون فعالیت خودم رو در بخش توریسم با شرکت متفاوت دولتی و غیر دولتی شروع کردم و در ابتدا کار من این بودش که به عنوان راهنمای تور و گاید فعالیت توریستی خودم رو شروع کردم و تورهای شکار ما رو بردیم برای ایران و همچنین تورهای فرهنگ. از جمله کارهایی که ما در این شرکت از سال 2006 انجام دادیم، ابتدا بحث به اصطلاح مارکت ایران بودش و مثل هر آژانس دیگه با بحث ایران شروع کردیم در دوره و با آژانس‌های متفاوتی وارد مذاکره شدیم، قرارداد بستیم و در واقع به عنوان تور اینکام کارهای خدماتی رو برای مسافران ایرانی از ایران به دبی انجام میدادیم، از جمله مسئله ویزا و در واقع ارنج کردن هتل و در این حال برنامه‌های تفریحی مثل سیتی تور و سافاری و کارهایی که در واقع متداول هستش در دبی رو ما هم به نوبه خودمون به عنوان یه شرکت توریستی انجام میدیم. تا اینکه رفته رفته به دلیل به اصطلاح وضعیت مارکت و همین که گروه ما تقریبا بزرگتر و بزرگتر میشد، بازار چین رو شروع کردیم و رفته رفته من علاوه بر منش کردن کار بازار ایتالیا رو هم به دست گرفتم و تعداد زیادی مسافر از ایتالیا برای دبی داشتم. و در این حال حدودا یک سال و نیم هستش که یکی از کارهای خیلی جالبی که ما انجام دادیم و به اون افتخار میکنیم این هستش که با یکی از شرکت‌های ایرانی موفق شدیم که برای اولین بار در تاریخ ایران بعد از انقلاب ایران در واقع مجوز ویزای توریستی رو برای ایرانیان عزیز برای امریکا بگیریم. طوری که به دلیل حالا مسائل سیاسی، تحریم‌ها و هر چیزی که ما وارد اون نمی‌شیم، ایرانی ها بعد از انقلاب این توانایی رو نداشتن. اگر میخواستن به عنوان توریست وارد کشور امریکا بشن، تنها در محدوده افرادی میتونستن، در واقع محدود بوده و افرادی میتونستن واقعا وارد این قضیه بشن، مثل مثلا پدری بودش میخواست فرزندش رو ببینه، مادری بودن میخواستن بچه رو ببینن، یا دعوتنامه خیلی معتبری بودش که مثلا فرد ارائه میداد تا میتونست مجوز بگیره برای توی ویزای توریستی بگیره. ولی ما خوشبختیم از اینکه بالغ بر از فکر میکنم دسامبر 2007 اگر اشتباه نکنم به طور رسمی ما این کار رو شروع کردیم و تا امروز بالغ بر 700 نفر رو ویزاشون رو گرفتیم و موفق شدیم که اینها رو در قالب پکیج تور بدون دعوتنامه و فقط با اعتبار اینها رو در قالب پکیج های 21 روزه مسافرین رو ببریم از کشور شهر متفاوت ایالت های متفاوت امریکا رو ببینن و به همون شکل با همراه راهنمای فارسی زبان برگردن و این یکی از افتخارات بزرگ ما بوده. و دومین کاری که ما موفق شدیم به دلیل مهجور بودن ایرانی ها، همطور که میدونید به خاطر حالا هر شرایطی که وجود داره ایرانی ها در ارتباط با ویزای شنگن از جمله مشکل داشتن، که این در رده دوم کارهای ما هستش، شاید آژانس‌های دیگه، دوستان همکار دیگه همین کار رو انجام داده باشن، ولی به هر حال موفق بودیم. من از طریق سفارت ایتالیا موفق بودم در این زمینه که بتونم ویزا رو برای دوستان مقیم ایران یا دبی بتونیم ویزای شنگن بگیریم و دوستان بتونن به راحتی سفر بکنن و برگردن. کار بعدی که ما داشتیم که در واقع بخش آوت باند رو راه اندازی کنیم، یعنی بدین شکل که مسافران ایرانی یا حتی لوکال ها یا نشنالیتی های متفاوتی که در واقع در دبی هستن به ما مراجعه میکنن و پکیج های خیلی خوبی ما در اختیارشون قرار میدیم. خیلی خوشحالم با مدرک میتونم خدمتتون تقدیم بکنم که
حتی پکیج هایی که ما ارائه دادیم از لحاظ قیمت و کیفیت مناسب تر از پکیج های امارات ایرلاین بوده و در این کار هم به نوبه خودش خیلی موفق بودیم. پکیج های خیلی خاصی رو در اختیار مردم قرار دادیم، کیفیت کار رو خیلی بالا قرار دادیم. خوشبختیم از این که با شرایط فعلی این لطف و سفارت رو به ما داشتن و این اطمینان رو داشتن که در واقع ویزا رو به راحتی در اختیار ما قرار دادن. تا الان هیچ ویزای بعدی در ارتباط با شنگن نداشتیم. در ارتباط با ویزای امریکا خوشبختیم از این که اعلام بکنیم که شاید کمتر از 5% از مجموع افرادی که بالای 700 نفر بودن ریجکت کردن و این رو من واقعا مدیون آوازه خوب نیو تایمز هستن و لطف مردم میدونم که همگی به ما لطف داشتن. بارها با هم خستگی ما در شده به خاطر اینکه دوست عزیزی مسافرت رفتن، به ما زنگ زدن تشکر کردن و مجددا افراد زیادی رو به ما معرفی کردن. اگر نیو تایمز رو بخواید دنبال کنید، فقط ما در یک مجله تبلیغاتی تبلیغ داریم و تبلیغ زیادی نداریم و به همین تبلیغ مردمی اکتفا کردیم که واقعا همه به همدیگه خبر میدن و در واقع دوست به دوست دیگه، فامیل به فامیل دیگه اطلاع میده و پکیج ها رو ما به این شکل فروختیم و حتی دوستان عزیز داریم که مسافرهای 2-3 ساله ما هستن، در این مجموعه از 2006 با ما شروع کردن، مثلا حتی یه بلیت خریدن یا حتی یه چیز کوچیکی خریدن از ما، ولی خیلی خوشحالیم از اینکه همکاران ما رفتارشون، برخوردشون و سرویس اینطوری بوده که مسافرمون رو جذب کرده و مجددا اینها به ما مراجعه کردن. همونطور که عرض میکردم از جمله کارهایی که ما باز به اون افتخار میکنیم علاوه بر تور امریکا، پکیج های خیلی خاصی رو که برای اروپا داشتیم. فکر میکنم از سال 92 به بعد این افتخار رو ما داریم که برای اولین بار تونستیم یک مجموعه گروه از ایرانیان رو جمع آوری بکنیم در کشتی کروز هلند آمریکا. علت این که میگم در از سال 92، چون این اطلاع رو، این در واقع این داستان رو من از ناخدای کشتی هلند آمریکا شنیدم که میگفتن که از سال 92 تا کنون هیچ ایرانی پاشوتون کشتی نگذاشته بوده و ما موفق شدیم، باعث افتخار ما هستش که تونستیم مجوز این رو بگیریم و تعداد زیادی از ایرانیان رو در واقع در قالب تور پکیج های 20-25 نفره، گروه های 20-25 نفره در قالب پکیج فرستادیم برای کروز. مسلماً ایرانیان ذهنیت دیگه ای داشتن از این کروز و کشتی، تفکر بر این بودش که حرکت های کشتی باعث مثلا مشکلاتی برای اونها خواهد بود، ولی خیلی ها متوجه شدن که این اتفاق نیفتاد برای اونها و خیلی خوشحال هستن. پس از دو جهت ما خوشحالیم، هم که مسافرانمون خیلی راضی بودن از این قضیه و از طرف دیگه باز توانستیم برای ایرانی های داخل ایران یک پکیج جدید رو به وجود بیاریم. تا صحبت از سفر میشه کجا بریم؟ تایلند. شرایط اینجوری ایجاد میکنه، اونهایی که مثلا خب مشکلاتی دارن از بابت ویزا، هی تایلند، مالزی، یا اونهایی که حتی این مشکل رو در واقع ازش عبور کردن، بحث اروپا پیش میاد، کجا؟ ایتالیا، فرانسه. خب همش همین قضیه تکرار. دانمارک کجا؟ یکی از افتخارات دیگه ما این هستش که سعی میکنیم با مجموعه گروهمون پکیج هایی رو در اختیار مسافرین قرار بدیم که کاملا متمایز باشه. من نقض نمی کنم پکیج های روتین رو، ما اونها هم داریم و در حال فروش اونها هستیم، تایلند، مالزی و این چیزها رو داریم. حالا کروز رو ما ارائه میدیم به شما. کروز به چه شکلی هست؟ شما روز اول که تشریف میبرین داخل کابین، تمام لوازمتون رو میذارین، همه چی اوکی هستش، با کشتی تجربه میکنین، با دریا مثلا آشنا میشین و این مسافرت اروپایی خودتون رو از طریق دریا طی میکنین. مشکلات کمتری دارین از این بابت که هی چمدون رو ببندین از این شهر به اون شهر. خب روز اول چمدون رو گذاشتین، لباس رو در واقع جابجا کردین، همه چیز آماده هستش، شهر به شهر کشتی برای شما نگه میداره، شما صبح میتونید برید بازدید کنید، شهر رو ببینید، تفریح بکنید، لذت ببرید و بعد از اون هم برگردید یا شب هم برگردید به کشتی. این از جمله کارهای دیگه ما هستش. امیدوار هستیم که به زودی زود شما رو هم در بین گروه خودمون ببینیم و واقعا ببینید اون خدماتی که در واقع
نیوترنس میتونه ارائه بده به شما. سپاس.